چرا ایران باسقدرت‌ها رو پایی در باره مسائل استه مذاکره می کند؟ آیا شما هم فکر می کنید که مذاکرات ایران با کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا می تواند به همهیل بنن بست های استه که هر که هسته کم می کنند؟ یا اینکه این گفتگوها تنها یک بازی سیاسی است؟ در روزهای آخیر، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که با سه کشور اروپایی، مهمیانی فرانسه، آلمان و بریتانیا مذاکراتی درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای بین المللی هسته‌ای خواهد داشت. این مذاکرات که به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران اسماعیل بقائی از روز یک شنبه 4 آذر آغاز می شود، شامل موضوعاتی چون بحران‌های منطقه‌ای در فلسطین و لبنان و همچنین موضوع هسته‌ای ایران خواهد بود. این نشست که به طور ویژه در تاریخ 9 آذر برگزار می شود، در ادامه گفتگوهایی است که پیشتر در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت گرفته بود. به گفته بقائی، هدف این مذاکرات بررسی مسائل منطقه‌ای و بین المللی به ویژه پرونده هسته‌ای ایران است. این نشست در ژنو برگزار خواهد شد و به دنبال آن تلاش‌ها برای یافتن راه‌حلی برای بنبست هسته‌ای ایران قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در ماه ژانویه ادامه خواهد یافت. این تصمیم ایران پس از تصویب یک قطعنامه جدید در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتخاذ شده است. قطعنامه‌ای که به خاطر گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران و عدم همکاری کافی با آژانس انتقاد کرده است. در واکنش به این قطعنامه ایران اعلام کرده است که غنی‌سازی اورانیوم خود را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد داد. بیشک این مذاکرات و اقدامات ایران می‌تواند تبعات بزرگی برای سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای داشته باشد. تهران همچنان بر این باور است که مسائل هسته‌ای تنها از طریق دیپلماسی قابل حل است. ایران در این راستا اعلام کرده که هرگز مذاکرات را ترک نکرده و همچنان به حل مسائل از طریق گفتگو اعتقاد دارد. نظر شخصی من این است که این مذاکرات می تواند فرصتی برای بازنگری در توافقات هسته‌ای ایران و ایجاد مسیرهای جدید برای کاهش تنش‌ها باشد. با این حال، هنوز بسیاری از چالش‌ها و عدم توافقات بین طرف‌ها باقی است که باید حل شوند. این گفتگوها باید در راستای ایجاد یک راه حل پایدار و مفید برای همه طرف‌ها پیش برود. آیا شما فکر می‌کنید که این مذاکرات به نتیجه مثبتی خواهند رسید یا اینکه فقط به یک تأخیر در حل بحران هسته‌ای منجر خواهند شد؟ نظرات خود را در کامنت‌ها به اشتراک بگذارید.